دفعہ ہمارا شمو ایک برنامه الگ و ایک انٹرسٹنگ برنامه تهیه کدوم در سال یک دفعه جمع می شدیم، یک چکر می رفتیم، بسیار خاطرات خوب داشتیم که در اونجا بسیار خوب گودش انجوای می تونستیم کنیم کدیم. و در بعضی موقع ایتا شده که در بعضی فایت ها بعضی چیزا بعضی موقع کدام باز چیزا را فهمیدی نمی تونه حاصل کنه، بسیار ناامیدی در وجود دادم می ورد. خب ماستر صاحب موشه می برای بیننده از مو از باره زی دایفو بگین کم انفورمیشن بدین که ایجاد از کی شده ده ایا ای از او طرف ما ده یا امین جی ایجاد شده گیمی هزارگی یا کلچر هزارگی است که اینا را تقریبا 30 سال پیش امین جی در کویت پاکستان بنیان گذاری کرده پروفیسر محمد حیدریان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم دوستا، خوش آمدید چینل جی ام ویلوگز. نام از من جواد موسوی. این دفعه ما برای شما یک برنامه الگ و یک انترستینگ برنامه تهیه کدوم و تهیه منون که این یک سیریز است به نام شیر اکسپریانسیز یا بیان تجربه ها، که در این برنامه ما کوشش منون که در اشخاص مهم و مختلفی جامعه مو گفتگو داشته باشم، از تجربیات از و از لمحات تلخ و شیرین از نا مو برای شما برنامه تهیه کنم. و مو که دست خودون خود ره ماستر نظری صاحب ره یک چیز رو ما اضافه کدنی بودم، ای که تاخیر برنامه که دست مو باشین نظرات خوب و انتقادات خود حتما در کامنت سیکشن ما رو بگین. ما منتظر کامنت شما هست. خب ماستر صاحب بسیار خوش آمدید در برنامه از ما. تشکر، زنده باشید. ما رو وقت دادین که در برنامه از ما آمدیم. خب موشه خودون خود معرفی هم کنین، یک سلام علیکی برای بیننده از ما داشته باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام برای بیننده های چینل یوتیوب جیم ویلاکس. ما محمد تقی نظری هستم، یکی از خدمتکار بگیم یا خدمتکار این جامعه که در مدت 22 سال 23 سال میشه که در اینجا خدمت منم برای این مردم در فیلت دایفو، در بخش دایفو مارشال آرتس. خب ماستر صاحب موشه می برای بیننده از مو از باره زی دایفو بگین کم انفورمیشن بدین که ایجاد از کی شده ده ایا ای از او طرف ما ده یا امین جی ایجاد شده. دایفو یک گیمی هزارگی است که مثل مو گفته میتنی که یک گیمی دیگه مو داره که در نام سنگرگ است. بلکل که الان دوین بلوچستان فامید راجستر است. دایفوم یک گیمی هزارگی یک کلچر هزارگی است که اینا را تقریبا 30 سال پیش امین جی در کویت پاکستان بنیان گذاری کرده پروفیسر محمد حیدریان که بنیان گذار از گیم است که ما فیلال خود من دم زی گیم کار مونم. مثال چطور مثلا در نام هزارگی شما گفتین، چطور یک دو مثال مورد دیده میتنید؟ مثال در نام هزارگی بعضی تکنیک های است، بعضی حرکت های لغت ها است که در نام هزارگی استفاده شده و اینا را جور کرده. تکنیک چیست؟ در نام دایفو، دای کو، دای چه، دای زو، دزی نام است که مربوط به ولایت های افغانستان رب داره که بعضی ولایت های افغانستان در نام دای کندی و دای زنگی و دای چوپان چیزا نام داره. و نام لغت هایش هم که در زبان هزارگی است ضربه تی مگی با تیغه پای زده میشه، ضربه سی مگی، ضربه رو مگی، و این نام ها فهمیدی هر حرکات از نام گذاریش ده. بسیار عالی. خب ماستر صاحب بنیادی اصول و فلسفه حکمت عملی از دایفو چیز است؟ فلسفه حکمت عملی دایفو
دایفو ده سرداب پای ولایت افغانستان سوار است که دزی که مهمترین رول و صدره که امی نامه های از این چکنیک های از این مدرب از سلای سر چی بگیم از چی بگیم ربط درد از این مطلب هم دو کلچر از مو انانات از مو که مثل چکنیک هایش دنامی دائمی دائمه دای زویا دای خویا دای فویا دای کویا دای شایا دای کایا مطلب مختلف چیزهای دیگر هم هست که بسیار ما نمیتون تمامش حال رو بیان کنیم که بسیار تایم میگره وقت میگره. خب ماستر صاحب رسید امی طولی امی قص تایم شما ماستری کدین مطلب کلب داشتین نه چقدر نیشنل و انترنیشنل گیم شما استودنتس کو نومینیت کدین؟ در بین نزی فامی بین در طول 30 سال که دایفو فامی دی ایجا چیده کم زی کم تقریبا نک 6 تورنمنت بگیم 6 یا 7 تورنمنت انترنیشنال تورنمنت داشتیم در بین نزی در بین نیشنل تورنمنت کسا بین نیشنل تورنمنت مو تقریبا 23-24 بگیم نیشنل تورنمنت داشتیم بین آل بلوچستان فهمید بین آل بلوچستان تورنمنت کسا که بین ازو بسیار زیاد بودیم در سالی یک دنه یا دو دنه حتی هر سال یک دنه دو دنه فهمیدی آل بلوچستان تورنمنت داشتیم که در زینا بچه شرکت میکرده دخترها بچه در زینا ایسته میگرفتن. بسیار خوب. تقریبا برای انترنیشنال چی باشد یا نیشنال باشد اگر برای انترنیشنال باشد اینا کم چند سال بعد هم میتونه شونه البته امی کشور که دیگه ثابت نه امی کشور مدب دیگه کشور هم میتونه که هر سال یک سال در یک کشور میتونه بگیره دیگه سال در دیگه کشور فهمیدی که اونا امو هزینه و چیش را برداشت بتونه میتونه تورنمنت بگیره. بسیار خوب. ماستر صاحب در فیلد دایفو که شما هستیم یکو تر شخصیت را بیان کنین که شما از او آدم متاثر شده باشین. مطلب در فیلد دایفو ما اول باید بگیم که ما در دمزی بخش مارشال آرتس بگیم ورزشای رزمی بگیم که چطور فهمیدی ما اینترست پیدا کدوم چطور فهمیدی ما شوق پیدا کدوم دلچسپی پیدا کدوم ما اول که امی فیلم های بروسلی را که سعی میکردی جکی جان و غیره را سعی میکردی ما بسیار زیاد انترست دمزی ورزش های رزمی پیدا کردم. بعد که ما دنبال ورزش ها زیاد گشتم و کلاب های زیاد او زمانی که ما کار میکردی کلاب هم زیاد نبود ولی کلاب ها کم بود استاد های بسیار خوب بود که مختلف گیم ها را که ما رفتی داخلش از او کلاب فامیدی سعی میکردی بردی سعی کردن ولی او تا چیزی برای ما خاص نبود که ما اونجا خوش می باید یا دلچسپ یا زودش جنوم مدتی تیر شد که ما کلاب استاد حیدریان که رفتم که در کار از نارا سایی کدوم امو پرکتیس که اینا می داد سایی کدوم و پرگرام هایی که اینا که می گرفت ما رفتم سایی می کدوم بسیار دلچسپ شدم و بسیار شوق ما زیاد شد داخلی از این ورزش رزمی دایفو که ما داخل از بایم و داخل از این امادم و زحمت کشیدم تا امروز نروز که امروز در اینجا استم و بهترین تجربه و بهترین کسی که ما را زیادتر متاثر کردم استاد حیدریان بود که بسیار حرکت های زیبا بسیار یک گفتیشی بدن زیبا داشت که بالفرض ما را بسیار یک شوقی برای ما آورد که ما که نباید ورزش را یا دایفو را ایلکم. بالکل مطلب این جی شما این قصه را کردین که دایفو یک انترستینگ گیم است که کشش داره بسیار دلچسپ و یعنی از هر حرکت چی از نگاه فایت چی بگیم تکنیک چی بگیم از دفاع شخصی چی بگیم از بعض حرکت های جمناستیک هم داخل از این تکنیک های از این هسته که بسیار
خوبصورت کرده و خب یک سوال جالب شما پرسان کدنی بودم، یک سوالی که مثلا شاید انترستی باشه برای بیننده از ما، که این سوال شما اوتر لمحه را بلده از ما بیان کنین، اوتر مطلب تجربه خود بیان کنین در از زمزی دایفو، چه و مسابقات شما بوده باشه یا که مثلا یک لمحه خوشی شما بوده باشه یا یک لمحه غم بوده باشه. در این مدتی که ما کار کردم لمحه های بسیار خوب هم بوده، بسیار گفتشی سخت هم بوده، ولی انسان باید همیشه باید در دو طرف شی باید مقابله کنه و ناامید نشنه از این سای خوب. وقت هایی بوده که ما با همه دوستا و رفیقا و استاد خو همیشه که یک سال یک دفعه جمع میشدیم، یک چکر مو رفتیم، بسیار خاطرات های خوب داشتیم که در اونجی بسیار خوب گودشی انجوای میتونستیم کنیم کدیم. و در بعضی موقع ایتا شده که در بعضی فایت ها بعضی چیزا بعضی موقع کدام باز چیزا را فهمیدی نمیتونه حاصل کنه، بسیار ناامیدی در وجود دادم میورد که بالفرض که ما دیگه نمیتونم این فیلد رو پیش ببرم یا چیزا کنم، و باز من مو ناامید نشده و کوشش کده ادامه بدی این فیلد. خب ای در نظر شما یک نفر که نیال مثلا میخواه شروع کنه از خردسال تیر میشه، خردسال مثلا تا زمانی که می مایند شی سیت میشه، مو فهمه که ما چیز کار کردنی هستم مثلا بلیزو خو گب زده نمیشه. یک نفر یک جوان آدم را بگیریم که بخواهد از این فیلد شروع کنه، شما برای از او آدم چی گفتنی دارین؟ برای فیلد مثلا ورزش باشد یا دایفو؟ در کل چی ورزش بگی، چی مثلا سب امی دایفو بگی، یا ار شاخه از مارشل آرتس را کی بگی، شما چی گفتنی دارین برای ازنا؟ ما گفتنی برای از این جوانا ایر دارم که بالفرض بینی ورزش کوشش کنه، بینی ورزش باید بینی ورزش کستا انسان را بسیار از ذهنی بگیم جسمانی بگیم بسیار آماده مونه، بسیار چوست و چالاک مونه، از حساب جسمانی بعضی کسا بسیار مشکلات داره یا استقان درد است یا بالفرض فامیلی مریض است اکثرت وقت، او اگر در فیلتی ورزش اگر باید یا در فیلتی دایفو باید بسیار زیاد خوب میشه. و بعضی کسایی که میخواید فامید یک فیلت را یک گیم را اگر پیش ببره او بسیار باید پشتکاری داشته باشد، ولی کار کنه، زحمت بکشد، تلاش کنه، آدمی با همت باشه، یک با همت باشه که در یک مسیری که میخواد حرکت کنه کوشش کنه او مسیر تا آخر را برسه، نه که وامیدی که چند سالی کار کنه بعد از چند سال که در خوبی برسه باز او مطلب فیلتر یا او گیم را الک نه دنبال دیگه چیز بره. به نظر از منه ورزش یک گوتر چیز است که انسان را چی از نظر جسمانی چی از نظر روحی از خیلی از خطرات انسان را نجات میده. دقیقا بالکل. یکی خو از نظر جسمانی که بگی انسان همیشه تحرک پیدا مونه، انسان امی بدن انسان همیشه در حرکت مونه، و یکی وقتی انسان در حرکت باشه خامخا ذهن زیم همیشه تیار است. بالکل بالکل. و کسی که واقعا در ورزش دل بده بعضو زمان از دخانیات هم دور میشه، از منشیات هم دور میشه. بالکل. مو به وسیله ورزش میتونی یک مطلب یک سوسایتی یک معاشره سالم داشته باشی. بالکل. ما می آدمای ورزشی که باشه چه دوستایم که هسته زیادتر از اونا مطلب ما میشناسم که امی ایچ منی ایچ گونه منشیات نیسته، چی از ریزه بگی از سیگریت بگی چی مثلا بورا بال ده دیگه چیزایشی. اونا اتا خود از ما بعضی وقتا که مطلب سیگریت ده پیش از اونا میکشم اونا ما را چیز مونه میگه یارا الکو می کار ره ای کار خوب نیسته، ای خوب نیسته، ای بلده جان تو ضرر داره ای تر اتره. بعضی یک ما خودم مالی و چی بگی آدم برای مدت طولانی شده که مطلب امی کار
که ده یک رقم ایڈیکت شده بالکل والی الگدون شم بل دیز مو مثال هم زو بچه هموم نه که استینگ ری لنه میتنه بالکل خو ماستر صاحب در نظر شم تا نمی درجه استادی رسیدو چقس تایم میگره یا چقس چی را دوا داره چی چقس مطلب میتن که د کوشش از نه کار داره یا ای مثلا د کوشش استاد کار داره چطور است ورزش یک است که یک شاگرد مثلا د چیز بیتنه د درجه استادی برسه میانگین یا زمان چی چقدر است میانگین زمان از فهمیدی فرق د برای امزو شخصی داره که مو شخص فهمیدی چی قدر او استعداد داره و چی قدر قابلیت داره در مدت چی قدر میتنه که فامیت خود خرا از یک جای تا یک جای بیکشه و بر کنه اصلی قانونی فامیت رشته دایی فوکسته هر دو خط یک کمربند داره که کمربند از یک فامیتی در سال یک دفعه برگزار میشه یک مراسمی که به نام بیلت پروموشن است کنار برگزار مونه که امی بچه ها که خطایشی هر دو خط را ختم کنه میتنه یک بیلت خرا بگیره در بین قانون دایفوک است تقریبا 12 خط داره بین خط دایفوک که 12 خط است هر دو خط که یک کمربند چینج میشه که تقریبا این دربر میگره 6 سال ده 6 سال 6 سال که آخرنا بیلت از یک است گلدن بیلت است که او کسی این گلدن بیلت را میتنه بسته کنه که او یک استادی یک کلب باشه یک ماستر شده باشه بسیار خوب دیگه دایفو از مارشال آرت چی فرق داره؟ عامیانه طور پر مردم دایفو را زیادتر برای چیز میشناسه برای یک سلف دیفنس یا از خود خود دفاع کدو آیا ای دیگه کار کردن داره یا نه؟ ای دایفو مثل رشته های دیگه که مثلا مثل کنفو یا کنفو توا یا کیک باکسینگ یا وشو کنفو یا میس زناوری یک ورزش رزمی در جهان است کنا ورزش دایفو میس از نا هیچ فرق نداره اما امی خوبصورتیش بگیم یا از تکنیکایش از دیگه گیماک در فرق داره از بهتر است ولی بدتر نه بهتر است که داخل از دفاع شخصی داریم که کار میشه تکنیک داریم فایت هم داریم فایت هم مثل فایت کیک باکسینگ وری میشه اما داخل از او پوینت های شی نمبر دهی شی بس قنجه از ما فرق منه دایفو برای جسمانی و ذهنی انسان چی فواید داره مثال که مثلا یعنی مردم بعضی ورزش ها هسته که صرف برای مایند انسان هسته که مایند انسان را ریلکس منه بعضی ورزش ها هسته مثل فیتنس که صرف برای جسمانی هسته و این دایفو کدام افکت را داره؟ دایفو فهم یک گیمی بسیار خوب بگیم بسیار دلچسب هم برای ذهنی هم برای جسمانی کستا اینا فایده های بسیار زیاد داره که مثل که دیگه ورزش های رزمی داره اینا هم داره ورزش دایفو که یک ورزش رزمی گفته میشه اینا از نگاه ذهنی هم آدم را بسیار زیاد آماده مونه از نگاه جسمانی هم مثل جیم وری نیست که بالفرض بدن تو جور شنه اما بسیار با کیفیت چطور بگیم که کیفیت چیه تقر خاص نیست چون که اونا زیادتر فهمیدی بلی یک چیز فشار میره که در زیره ماشین رو زیره پروتین فهمیدی و غیره بخواه ام بدن خواه بسیار انت یک نمای خوب بیده بین مردم که بگه واقعا یک جسم بسیار خوب داره اما ورزشی دایفو باید زحمت زیاد بکشی تلاش کنی بدن تو از درونی بسیار محکم و مضبوط میشه که بسیار به مطلب سختی ها فهمیدی تو میتونی مقابله کنی بالکل خود دوستای عزیز تاخیر برنامه کد از مو باشین اک چینل سبسکرایب نکدین سبسکرایب کنین در اینجی در گبی استاد یک گبی دیگه ما یاد محمد بلی بینر از ننوشته میگه که فرزند پدر نباش فرزند هنر باش که فرزند هنر روشن کند نام پدر خب در ادامه ما دیگه استاد یک چند سوال دیگه داره کوشش مونی برنامه زیاد طولانی نشنه دیگه
خب ماستر صاحب، آخر سوال را شما کدنی هستم که مثلا امی مثال خیلی هست که امی در مارشل آرس یا در امی ورزش علاقه زیاد داره، لیکن از خاطر مطلب مشکلات مالی مشه گفت نمیتنن باین یا شروع کنن. های شما ایتر برنامه بلده زیتر آدمام دارین که اونا را مثلا کد از اونا کدام گزاره داشته باشین یا کدام تخفیف دیسکاونت بلده از اونا بیدین که اونا باین امو فیلد دایفو یا امو مارشل آرس ورزش را که خوش داره باین اینجا در کلاب شما شروع کنن؟ یقینا مو بسیار همیشه کوشش کردیم فهمیدی قد کسایی که واقعا توان چی نداره که بالفرض توان چی نداره که اونا بودشی کلاب را جوین کنه یا گودم وسایل چی بیخره یا از نظر از طریق فیس چی فیس دیدنت نه اونا فهمیدی مشکلات داشته شد تا زندگی خو مو کمک کده و کمک مونی و هر کسی اگر شوق داره واقعا ورزش کنه ورزش پیش ببره که برای یک جامعه بسیار مفید است، برای یک جامعه بسیار گفتش آیندهش بسیار روشن است که یک جامعه تو یک ورزشکارای بسیار زیاد داره و فعال است داخل ورزش. مو کوشش مو امی است که برای زو زیاد از هر نگاه هم دیسکان بودی کمک کنی تا اون بیتنه ورزش کنه که قد از او قاطی قاطی یک چند تای دیگه هم بیتنه بهرمند چنه و فایده مند. خب دوستای عزیز، می بود گفتگوی ازمو و ای برنامه ازمو. خب این یعنی شما میتنین اگر بچه های شما اولادای شما ورزش رو خوش داره و در مارشل آرس علاقه داره، شما میتنین که در کلاب ماستر نظری اونا رو بیرین. اگر استطاعت و مالی مسئله بوده اینا میتنه که در شما تا حد توانی خودون خود که در شما مطلب کورپوریت کنه و که شما رو دیسکاونت بیدیم، چی از نظری فیس چی بگین، چی از نظری مطلب سامان اسسریز چی. خب ما کوشش میکنیم برنامه زیاد دراز نشنه. دوستای عزیز تشکر فراوان که کد از ما بودیم تا آخر برنامه. امید مونم که از این برنامه از ما خوشیم اماده باشم. اگر از این قبیل برنامه خوش داشتین یا دوست داشتین، میتونین که برای در کامنت سیکشن ما رو بگین تا که ما بتونیم برای شما ما را تشویق کنین، تا که ما بتونیم برای شما مزید بهترین برنامه تهیه کنم از دیگه جایا، از دیگه استادا یا مطلب از تجربات دیگه افراد، ما برای شما مطلب برنامه تهیه کنم. برنامه از ما اینجا تمام شمم. تشکر می‌کنم از استاد نظری که کد از ما بودن.